سلام دوستان، توی ویدیو قبلی مبانی طراحی پرایمر رو به صورت مفصل با هم بررسی کردیم. توی این ویدیو می‌خوایم یاد بگیریم چطور میتونیم با نرم افزار جین رانر یه جفت پرایمر طراحی کنیم. اگر مایلید بدونید چطور میتونید پرایمر طراحی کنید، در ادامه این ویدیو با من همراه باشید. میلاد هستم و اینجا کانال بایو اسکیله. من به صورت هفتگی یه سری ویدیو در مورد زیست‌شناسی مولکولی و بیوانفرماتیک و یه سری ویدیو هم در مورد تجربه های تحصیلم توی استرالیا منتشر میکنم. اگر به دیدن این سب ویدیوها علاقمندین، لطفا این پایین روی دکمه سابسکرایب کلیک کنید. اگر رو اون زنگوله کنار سابسکرایب کلیک کنید، وقتی که من ویدیو جدیدی منتشر میکنم واسهتون نوتیفیکیشن میاد و میتونید تشریف بیارید و اون ویدیوها رو ببینید. خب دوستان، قبل از اینکه بریم سراغ طراحی پرایمر، لطفا یه دقیقه ویدیو رو با دقت گوش کنید. دو سه تا مورد میخوام خدمتتون عرض کنم. مورد اولی که میخوام خدمتتون بگم در مورد سابسکرایب کردنه. شاید واسه شما خیلی ساده باشه و فقط زدن یه دکمه باشه و یا جدی نگیرینش، اما برای من یه انگیزه بزرگه واسه تولید ویدیوهای بیشتر. پس لطفاً حتما سابسکرایب کنید تو این کانال، به من انگیزه میده واسه تولید ویدیوهای بیشتر و میدونم که شما از این ویدیوها خوشتون میاد و به این ویدیوها علاقمندید. مورد دوم اینه که من از این ویدیو بعد سعی کردم توی اون تایملاین ویدیوها بخش بندی کنم و شما میتونید هر بخشی رو که علاقه دارید نگاه کنید. به چه صورته؟ شما اگر موس رو ببرید رو اون تایملاین زیر ویدیو، به بخش‌های مختلفی تقسیم شده. مثلا اگر شما علاقه ندارید بخش اول این ویدیو رو که در مورد مثلا آوردن ژن از توی سایت NCBI تماشا کنید، میتونید از بخش دوم این ویدیو رو ببینید. اینو واسه احترام به وقت شما عزیزان طراحی کردیم که به قول معروف اگر علاقه ندارید بخشی رو ببینید وقتتون تلف نشه. مورد سوم هم اینه که لطفا واسه من کامنت بذارید و بگید به چه موضوعاتی علاقمندید، در مورد چه چیزایی میخواید بدونید، چه در مورد تحصیل توی استرالیا، چه در مورد تکنیک‌های مولکولی، چه در مورد مبانی تئوری. اونجوری من بهتر میتونم بدونم در مورد چه موضوعی باید ویدیو تهیه کنم و بذارم روی کانال. خب این یه دقیقه ویدیو رو هم گفتم که بدونید چه چیزایی به من کمک میکنه که بتونم ویدیوهای با کیفیت بالاتری واسه شما تولید کنم. بریم سراغ طراحی پرایمر. خب دوستان، واسه اینکه بخوایم پرایمر طراحی کنیم، بعد اول بریم ژنمون رو از تو سایت NCBI استخراج کنیم. واسه این کار وارد گوگل شید، سرچ کنید NCBI، این صفحه واسهتون باز میشه. اولین سایت NCBI هست که مخفف National Center for Biotechnology Information هست. وارد سایت که شدین، شما میخواین توی بانک داده نوکلئوتیدها جستجو کنید واسه ژنتون، برای اینکه توالی نوکلئوتیدی رو میخواین. توی این بخش میاد قسمت نوکلئوتید رو انتخاب میکنید، اسم ژنی رو که میخواید در واقع استخراج کنید مینویسید. واسه من کلورام فنیکل اسیتیل ترانسفراز هست که انتخاب کردم برای باکتری اسینوتوباکتر باومانی. خب میبینید این واسه همه باکتری ها رو اینجا آورده. شما میاد از سمت راست اون ارگانیسمی رو که میخواید انتخاب میکنید. من میام اینجا روی اسینوتوباکتر کلیک میکنم و میام ژنی رو که میخوام انتخاب میکنم. من هدفم این ژن هست. خب اینجا یه سری چیز هست که شما باید بدونید. توی این بخش لوکوس ژن نوشته شده، این در واقع شماره ها بیشتر کد هست و هر کدوم از اینا معنی خاصی داره. اینجا خیلی نمیخوایم بهش بپردازیم. طول ژنی که سکانس کردن 2298 بیس پر بوده و نوعش هم DNA خطی بوده. اینجا هم توضیح در مورد ژنی که داده رو نوشته شده، میگه که ارگانیسمش اسینوتوباکتر هست، این استرین هست، ژن روی اینتگرون کلاس 1 قرار داره و این ژن ها هم در واقع روی این اینتگرون قرار دارن. میبینید که ژن چند تا پروتئین روی اینتگرون هست، پس ما باید اون ژنی رو که میخوایم تارگت کنیم برای طراحی پرایمر. اینجا هم اکسشن نامبر هست. شما اگر این شماره رو از توی هر مقاله استخراج کنید و بیاید توی NCBI سرچش کنید، مستقیم شما رو میاره روی این صفحه. پس بدونید این مثل کد ملی یه ژن هست، این رو خاطرتون داشته باشید. سورس که همون منبع ژنیه که این در واقع سکانس ازش استخراج شده و این هم فامیلی تری همون ارگانیزم هست، کاری بهش نداریم. اینجا هم در واقع رفرنسیه که اون ژن توش پابلیش شده، نویسنده ها، عنوان مقاله، عنوان ژورنال و رفرنس هاست که شما میتونید توی پاب این مقاله رو سرچ کنید. اون بخشی که بیشتر واسه ما مهمه اینجا هست. دوباره اومده تو گفته که طول این سکانس از 1 هست تا 2298. به اینجا دقت کنید، گفته ژنی که از نوکلئوتید 124 هست تا 602 مربوط به این پروتئین میشه. یه در واقع پروداکتی هست، یه پروتئین هست به اسم
6N acetyl transferase که ما کاری بهش نداریم. ژن بعدی، سکانس بعدی در واقع اون بخش بعدیش از 735 هست تا 1367. این بخش مربوط به کت بی 8 میشه. کت بی همون مخفف کلورامفنیکول اسیتیل ترانسفراز هست که اینجا نوشته. پس اون بخشی رو که ما باید تارگت کنیم برای طراحی پرایمر این قسمت از ژن هست. بعداً بهتون میگم چرا به این اشاره کردم توی نرم‌افزار جنرال ما باید این رو وارد کنیم. این هم توالی ما هست، اما از اینجا نمیخوایم کپیش کنیم، در واقع قادر نیستیم از اینجا کپیش کنیم. واسه کپی کردنش دو تا راه دارین. میتونید بیاین تو این بخش سند، تو بخش فایل اینجا گزینه فاستر رو انتخاب کنید، کرییت فایل رو بزنید، اینجا دانلود میشه. و میتونید هم بیاین تو این بخش فاستا، اینجا توالی رخصتتون میاره. میتونید همین رو کپی کنید توی فایل ناتپد. فقط اگر طول سکانستون خیلی طولانی باشه، مثلا ده ها هزار بیس پر باشه، خب این کار زیاد عقلانی به نظر نمیرسه. بعد از اینکه شما توالیتون رو استخراج کردید، بعد نرم‌افزار جنرال رو باز کنید. من لینک دانلودش رو گذاشتم توی دیسکریپشن ویدیو. واسه اینکه سکانستون رو وارد کنید، اگر کپی کردید یا اگر میخواید اون رو کپی کنید، میایید تو این بخش نیو نوکلیک اسید سیکونس رو میزنید و کنترل وی رو میزنید، پیست میکنه توالی شما رو اینجا، یا همین کلیک راست و پیست مثل کار معمولی که انجام میدید. اگر که فایل فاستا رو دانلود کردید، میتونید اینجا بیاین تو بخش اوپن اون فایل فاستا که دانلود کردین رو انتخاب کنید و اون توالی رو واسه شما باز میکنه. فقط دقت کنید ما اینجا یه دونه در واقع ژن داشتیم، یه توالی داشتیم، همون توالی سنسمون هست. نرم افزار خودش میاد به صورت اتوماتیک توالی آنتی سنس رو هم قرار میده. توی ویدیوی مبانی طراحی خدمتتون گفتم توالی رشته سنس رو از چپ به راست می‌خونیم، چون 5 فریمش سمت چپ هست، مثلا می‌خونیم جی سی ای و الی آخر. اما اگر بخواید قسمتی از رشته آنتی سنس رو بخونید، باید از سمت راست به چپ بخونید، به خاطر اینکه در واقع برعکس رشته سنس هست. شما این رو مثلا باید بخونید به صورت سی جی ای سی و الی آخر. می‌بینید که نظرم خدمتتون نشون میدم در ادامه که همین طور می‌خونه. تأکید میکنم چرا؟ چون که اگر بخوام به صورت دستی پرایمری انتخاب کنید، باید بدونید که چه سکانس رو بنویسید و بفرستید واسه سنتز شدن. خب برای طراحی پرایمر ما باید چیکار کنیم؟ این گزینه رو میبینید اینجا، وقتی به روش نوشته PCR primer design، شورت کاتش هم کنترل شیفت پی هست، روش کلیک میکنید واسه شما یه پنل این کنار باز میکنه. شما میتونید مشخصات اون پرایمر رو که میخواین طراحی کنید به نرم افزار بدین، طبق اون چیزی توی مبانی طراحی گفتم، و نرم افزار میگرده و از توی این سکانسی که بهش دادید اون پرایمرهایی که باب میل شما هستن رو واسه شما پیدا میکنه. بذارید ببینیم اینا چی هستن. اینجا گفته طول پرایمر میخوام بزرگتر از 18 نوکلئوتید باشه و کوچکتر از 22 نوکلئوتید که این مطلوب ما هست. تی ام پرایمر گفتم اینجا میخوام بیشتر از 40 درجه باشه و کمتر از 65 درجه. بذارید این بازه رو کوچیک‌تر کنیم، بذارید 55 درجه تا 62 درجه. یعنی اینجا هر پرایمری واسه شما پیدا میکنه، چک میکنه که ببینه تی امش بالای 55 هست، اگر کمتر از اون بود اون پرایمر رو ایگنور میکنه، اگر نه واسه شما نمایشش میده، واسه ماکسیمم همین کار رو انجام میده. توی این بخش گفته که میخواید تفاوت تی ام پرایمرتون یا دیفرنس تی امتون چقدر باشه. 5 درجه زیاد است، پایین میکنیم. 2 درجه درصد جی سی پرایمر کمینه و بیشینش رو اینجا گفته. من اینو میکنم 40 درجه بهتره تا 60 درجه ایدئاله. یه نکته که اینجا احتمالاً گیجتون کنه، نوشته که میخواید نوکلئوتید سپریم شما چی باشه. خب شما میدونید نوکلئوتید S نداریم توی DNA، ما A داریم، C داریم، G داریم و T داریم. S یعنی چی؟ توی نامگذاری آیوپک برای بعضی از نوکلئوتیدها، یعنی در واقع واسه بعضی از نوکلئوتیدهای خاص و یا جفت نوکلئوتیدها، اسمهای خاصی به صورت کاراکتر تعریف شده. اینجا اگه نوشته S، یعنی اینکه میخوام نوکلئوتید سپریمم یا سیتوزین باشه یا گوانین. بهتون گفتم که ما یه جی سی کلمپ احتیاج داریم. حالا اگه دو تا اس بذارید، دو تا نوکلئوتید آخر به سپریم رو یا گوانین انتخاب میکنه یا سیتوزین. ما دو تا انتخاب نمیکنیم، چون معمولا توی خود 5 نوکلئوتید آخرمون احتمال زیاد یه دونه جی یا سی داریم و با این نوکلئوتید سپریم آخری خودشون میشن دو تا از 5 تای آخر. پس بنابراین میذاریم این همون اس بمونه. بازم واسه شما لینک نامگذاری آیوپک رو توی دیسکریپشن گذاشتم، اگه علاقمندین میتونید برید تماشا کنید. بخش بعدی دمای دلتا جی هست، برای محاسبه تی ام پرایمرها هست. تغییرش ندید، بذارید 25 درجه بمونه. این پروبی که نوشته پیکوم ولن واحدش هست، مینیمم مقدار پرایمری که ممکنه توی محلولتون بمونه در حین آزمایش، تغییرش ندید، بذارید 250 پیکومول بمونه. غلظت
نمک هست توی بافرتون. اگه یادتون باشه تو ویدیو قبلی گفتم 50 میلی مولار به صورت پیش فرض است، ما اینجا تغییرش نمیدیم. فرمامید رو اینجا تغییر نمیدیم برای اینکه ما این رو تغییر نخواهیم داد توی آزمایشمون. و دلتا جی سپریم در واقع پرایمرمون هست، کمینه و بیشینش تغییر نمیدیم. به خاطر این اینا رو چرا گذاشتن اینجا؟ اینا توی محاسبه تی ام پرایمر تاثیر دارن. طول اون سپریم رو هم در واقع که توی محاسبه ذخیره تغییر ما نمیدیم. میریم قسمت بعدی، نوشته سرچ ریجن. این به ما میگه که شما میخواین من چه قسمتی رو برای پیدا کردن پرایمر بگردم. ببینید الان خب ما الان 2200 نوکلوتی داریم، توالی که وارد کردیم خیلی اهمیتی نداره، اما اگر یه ژن 10000 تایی بود شما باید یه مقدار خاصی رو مشخص کنید. شما نمیتونید بهش بگین مثلا از نوکلوتید 1000 تا 9000 واسه من پرایمر طراحی کن. اصلا آنزیم شما این توانایی رو نداره که بخواد اون بخش رو همانند سازی کنه. پس فعلا ما این رو دست نمیزنیم. فقط یادتون باشه اگر شما بخواید ناحیه جستجو رو تغییر بدین میتونید این رو کمینه و بیشینش رو اینجا وارد کنید. اما بذاریم بریم سراغ بخش بعدی خیلی مهمه، نوشته product must include region. یادتونه من توی بخش قبلی بهتون گفتم که ژن ما از نوکلوتید 735 تا 1367. اینجا ما به نرم افزار میگیم ما حتما میخوایم پرایمری که طراحی میکنی برای ما این بخش رو کپی کنند، یعنی این قسمت امپلیفای باید بشه واسه من. پس میذارم 735 تا 1367 رو من میخوام داشته باشم به عنوان محصول. بخش بعدی تو این باکسی که میبینید مشخصات پروداکت هم هست. میبینید که میتونم مقدار کمینه بیشینش رو انتخاب کنم. عدد مقدار کمینش رو شما نمیتونید دست بزنید، شما نمیتونید این مقداری که اینجا انتخاب کردید کمتر انتخاب کنید، چون این حداقل طول ژنی که هست که میخواید شما کپی بشه. اما مقدار بیشینه واسه تک پلیمراز بیشتر از 1000 تا نمیتونه باشه. ویدیو پی سی آر رو نگاه کنید متوجه منظورم میشید. تی ام پروداکت واسه ما مطرح نیست، چون که ما واسه دینیچر کردن دما رو میبریم بالا تا هولوش 95 درجه، پس کمینش همون هولوش 70 درجه، بیشینش 90 درجه. درصد جی سی پروداکت رو تغییر نمیدیم، واسه ما تو این پی سی آر ساده اهمیتی نداره. و اپتیمال TM product هم واسه همون مطرح نیست، پس به این تنظیمات بقیهش دست نمیدن. میایم قسمت بعدی. تو این قسمت سمت راست نوشته discard primers with، یعنی ما میخواییم پرایمرهایی که شرایط زیر رو دارند رو واسه ما در نظر نگیره یا حذف کنه. گفته hairpin loop stem باید کمتر مساوی 3 باشه، بذاریم بمونه. این hairpin loop delta G رو تبدیل کنید به 0. اگر این کار رو بکنید دیگه هیچ هرپینی نمیتونه تشکیل بشه توسط پرایمرهای شما. بقیه تنظیمات رو دست نزنید، دیفالتشون خوبه به غیر از این بیس ران. یادتونه بهتون گفتم که بهتره که تعداد ران های شما توی توالی پرایمرتون بیشتر از 3 تا نباشه. من این رو تغییر میدم از 4 به 3. خب توی این بخش آخر این پایین میتونید انتخاب کنید که پرایمر شما میخواید در واقع جایگاه برش واسه آنزیم محدود کننده داشته باشه یا نه. این ویژگی به درد کیا میخوره؟ به درد کسایی که میخوان کار کلونینگ انجام بدن. ما نمیخوایم این کار رو انجام بدیم، واسه این به این تغییر دست نمیزنیم. بذاریم بگرد ببینید نظر واسه ما چند تا پرایمر با این مشخصاتی که بهش وارد کردیم پیدا میکنه. گزینه سرچ رو بزنید ببینید نظر واسه شما 6 تا پرایمر پیدا کرد با این مشخصاتی که واسهش تعریف کرده بودیم. حالا ببینیم چه پرایمرهایی هستن. پرایمر اول گفته از نوکلوتید 576 شروع میکنه به کپی کردن تا 1511. طول پروداکتتون 936 بیس پر، یه مقدار زیاده. شما میتونید مثلا این گزینه آخر انتخاب کنید که 884. درصد جی سی پروداکتتون 49.79 درصد، تی ام پروداکتتون 79. تفاوت تی ام پرایمراتون 1.73 درجه است که مناسبه. اپتیموم تی ام واسه شما محاسبه کرده 57.67 درجه است. این دمایی که بعد تنظیم کنید واسه انالینگ بخش پی سی آرتون بعدن. تی ام پرایمر فورواردتون 56.18، تی ام پرایمر ریورزتون که همون آنتی سنس هست 57.91 درجه است، می‌بینید مناسبه. درصد جی سی دو تا پرایمر رو گفته در ادامه و یه سری مشخصات دیگه که ما زیاد باش کار نداریم. کاری که ما داریم اینجا خود پرایمرمون هست، چه توالی رو واسه ما انتخاب کرد. می‌بینید که اینجا گفته اس سیکونس، همون منظورش پرایمر سنس هست یا پرایمر فورواردتون این هست، و یا پرایمر ریورزتون هم آنتی سنس سیکونس یا ASIC و این بخش هست که این 21 نوکلوتیده و اون 22 نوکلوتید. چطور میتونیم روی این نمایشش بدیم؟ بذارید من یکم بیام پایین تر.
اگه بخواید پرایمراتون رو روی سکانسی که دارین اون بالا نمایش بدین، روی پرایمری که مد نظرتون هست، مثلا من این آخری انتخاب کنم بهتره، کلیک راست میکنید و اینجا گزینه مارک فور یوز رو انتخاب میکنید. ببینید دو تا بخش واسه شما هایلایت کرده، بخش سبز، این بخشی که سبزابیه، کل قطعه هست که امپلیفای میشه در طول پی سی آر شما. این بخشی که به صورت صورتی نشون داده بخشی هست که ژن شماست. خب یک کلیک کنید رو صفحه، شما اینجا دو تا باکس می‌بینید، این باکسی که روی رشته سنس هست پرایمر فوروارد شما هست، و بیایم پایین‌تر این باکسی هم که روی رشته آنتی سنس شما هست پرایمر ریورس شما هست. یه بخشی داره در نظر جین رانر به اسم اولیگو آنالایزیس، اینجا روش کلیک کنید، کنترل ال هم بزنید به صورت شورتکات شما میاره. این پرایمری که من انتخاب کردم، اگر بخوام اینجا مشخصاتش رو ببینم چیکار میکنم؟ میام پرایمرم رو انتخاب میکنم، این پرایمر فوروارد من است، من این رو هایلایتش میکنم، کپیش میکنم، اینجا نگاه کنید نوشته سنس اولیگو، وارد میکنم. برای اینکه پرایمر آنتی سنس هم رو هم وارد کنم یا پرایمر ریورس هم رو وارد کنم، اینجا سویچ رو میزنم، میره مینویسه آنتی سنس اولیگو. میام پایین پرایمر آنتی سنس هم رو هم کپی میکنم اینجا و اینجا پیست میکنم یا کنترل وی میزنم، هر جور سلام. اینجا مشخصات پرایمر هم رو دوباره بهم گفته و اینجا هم میتونم ساختارهای ثانویه‌ای که تشکیل میده پرایمرم رو ببینم. میبینید که هرپینی تشکیل نمیده، دایمر تشکیل میده تو دمای منفی 108 درجه است که اصلا موضوعیت نداره واسه ما، انواع لوپ ها که این لوپ رو تشکیل نمیده، اینترنال لوپ تشکیل میده اما تو دمای منفی 58 درجه اصلا واسه ما اهمیتی نداره، و مچ سایت هم داره تو دمای منفی 42 درجه و واسه ما بازم مهم نیست. این دایمر رو اگه بیا اینجا ببینید چند تا گزینه داره، الان گفته 3 نوع دایمر میتونه تشکیل بده، 1 از 3. بیا این بخش میبینید اینم دایمر مهمی نیست، دو تا رشته سنس هم با هم در واقع دو تا پرایمر فوروارد هم با هم در واقع دایمر تشکیل میدن تو منفی 114 درجه، موضوعیت نداره، و دایمر بعدی هم همون دمای منفی 114 درجه هست. اگر این گزینه اودر رو بزنید میبینید که پرایمر سنس و آنتی سنس شما میتونن با هم دایمر تشکیل بدن یا نه. بله میتونن اما تو دمای منفی 108 درجه که واسه ما اهمیت نداره. 6 تا دایمر میتونن با هم تشکیل بدن، اینجاش میبینید همشون زیر 100 درجه هستن، در واسه ما اهمیتی نداره. پس میبینید که پرایمری که طراحی کردیم و عدد نرم افزار واسه ما پیدا کرده، این گزینه 6 پرایمر خوبیه. اگر از ویدیو قبلی یادتون باشه، آخرین موضوعی که ما بهش اشاره کردیم اینه که پرایمر ما اختصاصی هست یا نه، یعنی توی کل اون ژنوم باکتری که ما ژنومش رو استخراج میکنیم و میخوایم ژن خودمون رو، ژن خاصمون رو روی اون در واقع ژنوم باکتری تکثیر کنیم، آیا این پرایمر ما نمیره بچسبه به جای غیر اختصاصی؟ برای اینکه این موضوع رو متوجه شیم چیکار باید بکنیم؟ باید یه کاری انجام بدیم به اسم پرایمر بلاست. برای این کار ما میریم توی گوگل سرچ میکنیم پرایمر بلاست، یه اینتر بزنید، اولین گزینه‌ای که واسه تون میاره همینه. ببینید اینم یکی از امکانات سایت NCBI هست، از توی خود سایت هم میتونید وارد بشید، اما من خودم شخصا همیشه توی گوگل سرچ میکنم، خیلی راحت تر واسه من بالا میاره، چون که همیشه الگوی سایت رو تغییر میدن، اینجوری پیدا کردن خیلی راحت تره. واسه اینکه بلاست انجام بدین چی کار میکنید؟ اگه یادتون باشه گفتم یه اکسشن نامبر داره این ژن ما، اول میخوام ببینیم که پرایمر ما قادر نیست روی ژن خودمون جای دیگه ای متصل بشه، یعنی فقط یه تارگت داره روی ژن ما. پس گفته PCR تمپلیتتون رو انتخاب کنید. PCR تمپلیت من دقیقا این هست، من میام اینجا اکسشن نامبر ژنم رو وارد میکنم. خب پرایمر نمیخوام واسه ما انتخاب کنه، چون با استفاده از همین سایت هم میتونید پرایمر طراحی کنید، اما واسه ما اهمیتی نداره، ما پرایمرهای خودمون رو داریم. پس میام توالی ها رو اینجا کپی میکنیم. پس دوباره میام من اینجا توالی در واقع پرایمر فورواردم رو از اینجا برمیدارم، کپی میکنم، میبرم توی وبسایت، توی بخش use my own forward primer کپی میکنم و همین کار رو واسه پرایمر ریورزم رو هم انجام میدم. دوباره کپی میکنم اینجا و میام تو این بخش پرایمر پیست میکنم. ما چون که داریم از پرایمرهای خودمون استفاده میکنیم، به بقیه تنظیمات این بخش دست نمیزنیم، توی این بخش اگزاینترون هم تغییر ایجاد نمیکنیم، به خاطر اینکه اصلا ارگانیسم و باکتریه زیاد اگزاینترون توش معنی نداره.
فقط این بخش هست که واسه ما مهمه. Primer Pair Specificity Checking Parameters. میام اینجا یه سری تغییرات انجام میدیم. این تیک رو باید در واقع انتخاب کنید. سرچ مود رو اتوماتیک بذارید بمونه. توی این بخش گزینه نوکلئوتید رو بازم انتخاب کنید. ارگانیزمی رو که می‌خوایم انسان نیست، هوموسافینز رو خط بزنید. توی این بخش ارگانیزم بنویسید اسینتوباکتر. من میام اینو می‌نویسم. اینجا خودش به صورت پیش‌فرض میاره. من اون تاکسیدی که می‌خوام انتخاب کنم، تاکسید 470 هست. از کجا می‌دونم؟ برمیگردم توی ژنم نگاه می‌کنم ببینم ارگانیزمم چه تاکسیدی داره. اینجا اگر مشاهده کنید میبینید تاکسونش 470 است. من اینجا برمیگردم همین ارگانیزم رو انتخاب میکنم، چون که میخوام اینم پرایمر من توی ژنوم این باکتری و این سویه جای دیگه ای میچسبه و محصول غیر اختصاصی تولید کنه یا نه. به تنظیمات بعدی کاری نداریم، فقط این مکس تارگت سایت رو میزنم 1000. بیشتر از این تولید نخواهد کرد واسه ما. و این گزینه شو ریزالت این نیو ویندو رو هم بزنم که این صفحه ما نره. خب چند ثانیه باید صبر کنیم تا نتیجه واسه ما ظاهر بشه. خب دوستان، اینم نتیجه بلاستی که ما انجام دادیم. مشاهده میکنید که اون بخش اینتگرونی که ما انتخاب کرده بودیم رو به صورت کامل این بالا نمایش داده، از نوکلئوتید 1 تا نوکلئوتید آخر که 2200 خورده ای هست. میبینید که این بخشای نارنجی هر کدومشون بیانگر ژن یک پروتئینن که روی اون اینتگرون قرار داره. ما برای کت بی پرایمرمون رو طراحی کردیم. این پایینم نوشته که پرایمر شما از کجا شروع میکنه به امپلیفای کردن تا کجا، که میبینید دقیقاً ژن ما رو هدف گرفته و خیلی هم اضافه نیست نسبت به اون چیزی که باید باشه. توی بخش بعدی میگه که پرایمر شما توی اون ارگانیزم و یا ارگانیزم‌های مشابه به کجاها میتونه متصل بشه و کجاها رو میتونه کپی کنه. خب یه نکته بهتون بگم، اینجا یه عالمه نتیجه میبینید، همشون هم اگر دقت کنید مشابه هن. 884 884 884 884. نکته ای که اینجا هست اینه که ژن مقاومت به کلورامفنیکول خب توی خیلی از استرین های اسینتوباکتر وجود داره و ژن همه اونها هم زیر مجموعه اون تاکسون 470 توی پایگاه داده ثبت شده. پس بنابراین وقتی من میام اونها رو چک میکنم میبینم همه این نتیجه ای که اومده غالبا شبیه هم و خاص هست برای اون ژن. نگاه کنید کاملا شبیه به هم هست. این که برای در واقع محصول پروداکت خودمه، 884 نوکلئوتید پروداکتمه. ارگانیسم بعدی همون اسینتوباکتر هست، همون طول پروداکت. ارگانیسم بعدی هم همین داستان رو داره، سویه دیگه هست اما همون در واقع پروداکت خاص خودم رو با همون طول تولید میکنه و اگر برید جلو به همین نحو است. پس میبینم که اختصاصیت پرایمر من هم مناسب هست. اینجا هم واسه شما مشخصات پرایمرتون رو آورده، فقط طبق همون چیزی که بهتون گفتم هر نرم افزاری فرمول خودش رو داره و مشخصات خاص خودش رو برای محاسبه تی ام. اگه خاطرتون باشه توی نرم افزار به من گفته بود که تی ام پرایمرم حدودش 54 تا 56 درجه است، مال ریورس و فورواردم، اما اینجا گفته 61.3 درجه تا 62.9. خب این بستگی داره به اینکه ما از چه نرم افزاری استفاده میکنیم. اما اینم بهتون بگم که شما از هر نرم افزاری و با هر روشی تی ام رو حساب کنید، آخر باید خودتون آزمایشتون رو با تکرارهای متوالی اپتیمایز کنید. یعنی شما باید یه سری آزمایش انجام بدید تا ببینید بهترین شرایط واسه پی سی آر شما چیه و آزمایشتون رو اپتیمایز کنید. خب دوستان، اینم از طراحی پرایمر با نرم افزار جینرانر. لطفاً اگر پیشنهادی نظری دارید توی بخش کامنت ها بنویسید، خیلی خوشحال میشم اونا رو بدونم. توی ویدیوی بعدی هم قراره در مورد محاسباتی که قبل از طراحی یه آزمایش پی سی آر باید انجام بدید واسه شما توضیح بدم. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه و ازش استفاده کرده باشین. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدارتون باشه.